قیلوله در نیمروز خوابیدن، خواب نیمروز، فرهنگ عمید. قیلوله نیمروزان خفتن، خواب چاشتگاه، فرهنگ معین. قیلوله نیمروزان بین یزد و اصفهان به چرت عمیق اندر شدن و خوابهای آشفته دیدن، نویسنده سناریو. زولفاش نزنه مون اکبر آقا خدا حافظ ببخشید سلام سلام صاحب مغازه شمایی بله امردون چی چیه؟ میگم و همه این شیرینی ها مال شما؟ بله خب بله شما رو نداره آقای شیرینی فروش بله شما این همه شیرینی رو چه کامو کنید؟ خب معلومه میفروشمش اگه کسی نخره چی؟ میخرم شیرینی رو همه دوست ندارم دختر میدونم همه دوست دارم ولی همه که پول ندارن دارن دیگه به اندازه نیم کیلو شیرینی که همه پول دارن حالا اگه نداشتن چی؟ دارم ببین شما چقدر پول دارن؟ ولی من خوب میدونم که همه پول ندارن خب از جهاتی حق با شماست میشه گفت بعضیا هستن که چطور بگم؟ پول کم دارن درسته البته بین خودمون بمونه نه ما با این گونه افراد یه طوری دیگه معامله بکنیم یعنی چطوری؟ یه جوری که هم خدا راضی باشه هم بنده خدا به کسی نگیدم مجانی بهشون چیه نمیدم مجانی یعنی مفتگی راست میگید یعنی ازشون پول نمیگیری نه عوضش خدا عوضمونو بهمون پس مده خدا ایشالا عوضتون بده بفرمایی ببینم دخترم اینا خیلی پول هستن
بله البته. بابای شما میدوند که شما این همه پول داره؟ بله خودش بهشم داد، خودش گفت بیارم پیش شما. یعنی جایزه بشت داده؟ اونه شیشین اون بالا بادوم هندیه، خیلی هم خوشمزه، خیلی هم مقویه سن. میگم خب یه خود گیرونه. میشه یه پاکت بهشم بدین ها؟ یه پاکت چقدری؟ یه پاکت کوچولو اینقدی؟ بله که میشه، چی دونه میشه؟ شما این همه پول داده؟ بله که میشه، خوبم میشه. یه تو پاکت هم عظیم بدین آقا. چشم، اینو بکشم، منو میشه. چی دونه داره که همه پول داده؟ دختر خانم از این شکلاته که من درست کردم میخوای بدارم؟ اونا شیشی از اونا میخوام. باشه یه تو پاکتم از اون بده. از اینا نمیده؟ بفرمی اینم از اینا بیه قابل نداره بذارین دهنه دومو بایه بری کل دختر بخ خدا دیگه بسمه آخه اینو که درست نی. آفرین دختر بس. البته منم یک کمی بیشتر بدون دادم که همیشه بیاین همینجا. دست شما درد نکنه دیگه، همیشه همیام همینجا. من دو مواظب باشین با هم قر قاطی نخورین، ممکنه خدا اینه کرده مرز قند بگیره. چش خداحافظ. بسلامت خداحافظ. بابا چقدر به چه شیرینه بود، مثل باقلوا این قوتاب. خدا برا پدر مادرش نگرش داره. تلیفون کار داره. الو الو مغازه اکبر آقا. بله خودم هستم، چه فرمایشی بود؟ سلام اکبر آقا. سلام طاهر هستم. به به آقا طاهر چطوره؟ مکه مشرف شده بوده؟ چه تو مگه نه؟ آخه دیدم رفتی حاجی حاجی مکه، فکر کردم خدا خواسته و تلو. خجالتم میدی اکبر آقا، شرمندتم والا، دستم خالی. همین که طاهر ظاهر شده خودش کلی عصب به امید وریه. راستش خودم روم نشد بیام. خب 2550 تومن دستی رو میگم دادم دخترم برات بیاره. بشمر کم نباشه، شرمند نمیشم. و اکبر آقا چی گفتن؟ طلبت رو دادم دخترم فرشته برات میاد. دست درد نکنه. 2500 تومن طلب خودمه؟ تا الانم باید رسیده باشه. هر حال باید ببخشی چند هفته ای دیر گفتم باغ لبا نخیر؟ دستم خالی بود بدون تا الو الو با من اکبر آقا نخیر نمیشه. بشمار بشمار بله چیکار میکنی؟ چیکار دارم؟ من دارم کار حساس میکنم، دارم موهرس میکنم، علفای حرز دارم میچینم. این دیل نمیکنم حرف مزنه. چی کار داره؟ بیجا مادر دیر شد. من نمیام. با بعد مادر خوبیت نداره. چی بده؟ وقتی میگی نمیام بعد دیگه خیلی هم خوبه دیگه. خوب سله ارهام رفتنه. سله ارهام نیم ساعت یه ساعت، نه اینکه از صبح لشکر کشه میکنن خونه طرف تو بوغ سگ که چی میشه؟ خب تو بیا یه ساعت بیا. من نمیام. بعده مادر. خیلی هم خوبه پسر. چرا نمیای آخه؟ با کسی حرفت شده؟ نه خب نمیام، کار دارم حساسه کنم. پس چی شده آخه؟ برای اینکه حوصله بچه ندارم، هر جا میری پر از بچه هست مثل مور و ملخ. یک کلمه بگو ماشالله.
بیگم که بیشتر بشن ماشالله نمگم مهمونیم نمیم بگو نمیخوام معاشرت کنم بچه بهونه است همش زق و زق ونگ و ونگ و جیغ و فریاد بزرگترم که بشن حق بازی و شیرین زبونی های الکی مثل این دختر تاهر همین امروز تو دکون اون که دیگه تقصیر خودت بود مادر دختره یه بلا اون که نگفته بود اومده شیرینی بخره یا نه خودت بهش دادی اصلا حوصله ندارم چند دفعه بگم نمیام میذاری این یه تا سیبیل لام از سب و من بیچینمش مادر برو دیگه ولم کن بچه نمک زندگی مادر نمک زندگی پس بی خود نیست همه جا دیگه شورشو در آوردن خلاصه که خوب بهونه پیدا کردی مادر با همین بهونه پای ما رو از همه جا بریدی صبح تا شب باید قوقو کنج این خونه بشینیم باش مادر این خدا بیا مرزا پدره پدر بزرگه اونا که آرزوی عروسی تو رو به گور بردن موندم من ایشالله که عاقبت به خیر شی مادر صد دفعه گفتم اگه شما میخواین من آخر عاقبت به خیر بشم یه تا زن ناز رو پیدا کنین تو من همین الان عروسی کنم عاقبت به خیری یعنی بچه تازه رو پیشونی کدوم دختری نوشته بزاد یا نزا اسخر که میگفت تو اسفان اسخر میگفت آخ کاشکی از داداش اسخرت یاد میگرفتی 7 سال از تو کوچیکتره 10 سال زندگی به هم زده 4 تا بچه داره مثل نقل و نواد پس بی خود نیست که نقل و نواد گیر نمیاد اسخر 4 تا لنگ نقل و نواد تو خونه احتکار کرده برو مادر من که میدونم دردت چیه دردم چیه؟ برو از خاله کبرات بپرس ناشکری میکنی مادر با این اون چه خدا خواسته باید بنده هاش که ما باشیم انجام بدیم وگرنه قهرش میگیره ها حالا ببین کی بهت گفتم باشه بمون تا ببینی گوشی رو بر نمیداری من دستم بنده عزیز ببین کیه من کفش با من آخه یه تا تلفونم جواب نمیده میبینه من کار حساس دارم الو اسخر تویی سلام چی توره عزیز اسخره کجاست کجای اسخر اسفهانه با من کاری داره؟ گوش کن اسخر عزیز داره میره بیرون کاری باشش نداره؟ بیر کن داداش عزیز میگه کاری نداره سلام میرسونه سلام منم برسون مغازه؟ آره تو مغازم اما کاسه بی خبری نیست چه عزیز کجا رفت؟ رفتش خونه زینت خونو الو یه سری برو خونی خالی کبرا خاله کبرا آره بگو خالی چلا کیلو 23.5 بیشتر نمیخرن بدم برد یا نه کنارهاش هم 7900 23.5 7900 آ اونم وعده ببین اگه راضی شد چه کاشم خودم برمیدارم رهندم خیلی خوب راستی بچه ها چه تورن؟ زن داداش حالش چه توره؟ خب دستی همو جونشون رو از دور میبوسن دادا حرفی اصلی حتما تو هم دوباره میخوایی بگی چرا زن نمستونی؟ نه ولی مهمونای حض مهتی شنبه میرسن خب نمیخوایی یه سر بیای اصفهان؟ واسه چی؟ داخل خوارزادشم میاد تو عزیز سابق بر این هفته یه بار به کلتون مزن حالا یه روز در میون من چه کار دارم به خوارزاده حاج مهدی ببین دادا درست مثل سی بی اس که با محبوبه دختر خاله اول سر نصف کرده باشم جفتی همم میگم برو سر اصل مطلب
اینو که قبلن هم گفته بوده. قرار بود خبرت کنم چه کردم. کسی برات سفره عق نچیدست که؟ خیلی خوب. میای؟ از خر؟ راستی میگی شبیه محبوب خاله هست؟ جدی میگم جونی دادا، هر کاری میکنی بکن، فقط مس و مس نکن، یا آره یا نه. خلاص. دستتون درد نکنه. خواهش میکنم، وظیفم بود کنه. دفتون خاله کبرا، نیره تو. سلامت بارقا، خوب خشهد انشالله. خاله کبرا، دفتون خوب خالت دارم. با، توی اکبر. میگم کیه منو صدا میکنه؟ سلام خاله. سلام خاله جون. گوشت سنگین رفته، گلون پاره شد خواه. پیریه دیگه خاله. خاله چطوره؟ چطور میخواستی باشه؟ تو این خونه شدم، جغد و خرابه. دورت جون خاله. از قرپیگون فرستاده بود. اومدم به تو خبر بدم، بابت اون فرشو. خب حالا یه دقیقه بیا تو. خب باید برم کار دارم. میلت خاله، به اصغر بگو هرچی خریدن بده، پولشم نگرداره پیش خودش. میگم خاله ناراحت نشن، میام یه دقیقه مزمه به تون بشم، وسیله نقلیه رو بیارم تو. خاله سردماغ نیستیم بود چیده؟ چی میدونم، چند روزه یه چیزی مثل سنگ اومده نشسته سر دلم. چی بگم؟ خب کار داری برو. داری بیرونم مکان خاله؟ نه دیگه، دختری دارم که بخوام زیر پات بشینم. نه دیگه دل خوشی برام مونده. چرا خاله ما که دیگه خاله، میگم گلدون مولدونات کم اک شده، کجا گذاشته؟ نوم یکی هست؟ بعد یه ماه که چشم به راهشونم، تازه نامه فرستادم. محبوبه، میگم که گالی رو 23 اونیم بیشتر بر نمیدن، یعنی 23500 تومن. وردارن ور ندارن چه فرقی میکنه؟ حالا چرا میخوای بفروشی خاله؟ یادگاریه. خب هر وقت چشمم بهش میافتاد دلم میترکید. گلای روش شده بود جا پای محبوبه، انگار با پای خیس باز از تو حیات دویده باشه رو فرشا. از 2 سالگی تا 15 سالگی گله به گله روی قالی، گلای کوچیک و بزرگ. ای بابا، ما هم یه چیزی پرسیدم. خب از من و محبوبه که گذشت، تو یه فکری به حال خودت بکن. پاشم پاشم برم یه استکان چایی برات بیارم، داریم پیر میشیم هممون، یکی پیر یکی پیرتر. محبوبه مثلا اومده بودیم خونه خاله، یه خورده دلمون باشه، بدتر غم بود گرفت. خاله! چیه خاله؟ مگم زحمت نباشه، من مباس برم. بمون اقلا یه چیزی بخون. کار دارم، میخوام برم در مغازه مشره احمد. چی کارش داری؟ من که کاری ندارم، سپرده بود، هر وقت میخواستم برم اصفهان یه سری بیرم پلوش، میترسم حالا بره برم نمازو ببنده. راستی خاله؟ بله. گفتی اصغر پول فرش رو پیش خودش نگه داره؟ آره خاله، آره. برای چی؟ کسیو که ندارم خاله، پس فردا که سرمو میذارم زمین اقلا رو زمین نمونم. این خاله هم که با محبوبش ما رو کشت. سلام اکبر آقا. چی توری مرتضی؟
ناشمش. سلام علیکم مش رحمت. چی آویزون کده؟ به به، سلام علیکم اکبر آقا. کم کمات داشتیم نگرانتون میشدیم. خب برای چی نگران؟ فکر کردیم یقینا مرحوم شدی که هرچی برات پیغم و پسخم فرستادیم نیومدی. خدا نکنه مش رحمت، توزه دادیم پنچری دو چرخمونه گرفتن، میخوام کلی از زندگی لذت ببرم. خب الهی قربونه که چم، یه تارم پیدا کن پنچری ما رو بگیره، ما رو بلا بشیم. خسته شدیم بس که به کلید کهنه و قفل شکسته بر رفتیم. انشالله درست میشه. میسین که با من کاری داشتین مش رحمت. بفرمایین مش زحمت، چون هر وقت ما میفرستیم دنبال اکبر آقا یه کاری باش داریم. اختیار دارین مش رحمت. عجیبه ما... کجا گذاشتمش؟ اینهاش پیداش کردم. ببین اکبر آقا چه نامسلمونایی پیدا میشن. بفرم نگاه کن. این چیه؟ یتو صد تومنیه ناقص الخلقه. یتو صد تومنیه چی؟ اکبر آقا، اکبر آقا کجا بالا داری میره؟ خوب به این هیکل نگاه کن ببینی؟ ها حالا این صد تومنی را هم خوب نگاه کن. یه از خدا بی خبر، از خریت ما با خبر، این صد تومنی بدون گوش و بدون نمره رو قاطی کرده با چند صد تومنی دیگه، اندخته به این هیکل رعنا اما بی معنا. دور از جون شما باشه مش رحمت. حالا شما باز یه تا زحمتت واسه ما بکشید. بفرمایید. این صد تومنی انداختنی رو تحویل میگیری، تا میکنی، میذاری تو جیب بغلت. چش، بفرمایید. رسیدی اصفهان، مؤدب و مرتب تشریف میبری بازار خدمت اونایی که اسکناس نصفه و کهنه معامله میکنن. فهمیدم مش رحمت. یا تو گوش صد تومنی برای اسکناس خیده بکنم. باری کلا به آدم فهمیده. صد دفعه گفتم بازم میگم، بیشتر آدمای چیز فهم اسمشون اکبر آقاست. گوشت با منه ها؟ این ده تومنی رو بفرما، منباب انعام میدی به طرف و صد تومنی رو صحیح و سالم میاری تحویل میدی. چشم. قبوله؟ چشمش رحمت. ممنونم. سفر بخیر. انشاءالله عروسی. که تو هم چونک بکنم. اسفان هری چند چند. یالا بودو. یالا حالا را میفته. تو تو امو سو مارچا دیگه. اسفان امو. تو جاده وقتی برو امو سو مارچا دیگه. اسفان. ببخشی مدار جون بود. اسفان بودو بودو اسفان. آقا تو بارشا باش ماما این سفر دست بده تا چه من دونم هره بودو ماما برو رقه کنه خیلی رقه خوب. میخواستی چند تا از جعبه شیرینی های خودتان ببرم؟ اسفان بودو این همه سال مردم از شیرینی های تو بله برون استفاده کردن. خب بذار یه دفعه خودت مزهشو بچشی مادر. حالا کی خواست بیره بله برون؟ گفتم که یه تا کار اسفان دارم. چه کاری بهتر از خواستگاری رفتن؟ بیبین مادر نگاه کن بیچه همانه دیگه. من زنم سر کول هم لباس هم پاره بکنم زر حرفه که در مادر من بخونم. بیبین کن مادر میخوایم هم آرزو به دل نگه داری. باش عزیز، اگه خواستم تو لعنت بیندازم گردنم تو هم خبرت میکنم. وا نگو مادر، توق چیه؟ زن نمک زندگی. قبلا که ما گفتی بیچه نمک زندگیه، بالاخره مونا فهمیدیم بیچه سازت براست. خب هر دوشون هستن دیگه، چه میدونم مادر، چقدر ازم سوال میکنی تو هم؟ مرز شوخی گفتم، گفتم نمه رفتن یه خورده بخنده. باشه هر دوشون نمک زندگی هم، دستم که به نمکتون رسید خبرت میکنم. خبرم کن مادر، به هر جهت زنگ بزن، خوشحالم کن. چشم.
خدا حافظت باشه. خدا اسمان برو خونه دیگه معطل نه. اکبر آقا به سفر میرود. خب یک دو سه و چهار و پنج و شیش و هفت و آقا صدق هفت رو رو گرفتی خوب بوجا بده من اکبر آقا بیکن من دوست دستم نمیدم دستم نمیدم چند بده من بزنی پایین چه مکافاتی داریم کجا باش بشینم بشی اونجا اونجا ببین اونجا آره پد اون پسره اسمان عزیز برو دیگه برو خدافز اسمان فاری بادو اسمان اسمان بادا 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 رامه دیگه شاخا به پا شاخا به پا اینا اینجا باشه بادا اسمان صدا بزقانه ببینم چی بزاورده است تو ما بله با 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 اینجا اتوبوسه وقتی بارا پیادشو مینه خب کیراشو بسون جونو نمیشه کیراش خومدم قربونت چم دیدم گفی داری نمیشه با نگاه کن مرغ خروسم که داری همون پیادشو پیادشو مردمو عصبانه میکنی حالا خب کسی چیزی نگفته کسی شکایتی هم نکرده چم کیراشو بسون جونو نمیشه وقتی بیا پایین مینم بیا بینم بیا بانگ شاخو بل کن چی شده عباس آقا این تیزو باده برده خوردم خوردم کجا میخوا بری همو مخوام برم یخی و باید کنم به دروازه دم دروازه پیادت میکنم میشین خیلی خوب آقا نگاه کن بابا سلامت ده بابا نگه در دیگه رفت کن باید بزنم کنار باش ده نگه در آخ آخ دستم آقا صادق بابا آی امو فرما باشو پیاده شو تا حالا نمیشود حالا خود یه اصش نمیشه چرا؟ آخه یه تو مرغ و گمگر اخترفت زیر این صندلی من دلیا خوب راشو بلدیا بودا بریم آقا صادق بریم اسمان اسمان بودا آیا امو بله اون مرغ و خروس ها رو بردار بذار مردم بشینن این مرغ و خروس ها که میبینید با دیگر اون هیچ فرقی ندارن کرشون هم دادن خب مگه مرغ و خروس هم کرایه مده میشه اون شوفر خدا نشناس که مستونه بپر خب حالا چقدر کرایه داده قد شما بله اکبر آقا چرتی می شود محبوبه 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 هر وقت چشمم به اون قالیچه می افتاد دلم می ترکید گلای روش شده بود جاهای محبوبه از من و محبوبه که گذشت تو یه فکری به حال خودت بکن داریم پیر میشیم اکبر آقا خام میشود ببخشینا خیلی خیلی معذرت میخوام خیلی معذرت میخوام ببخشینا برادر شما چرا کار مولا نصرالدین میکنه من که از اول گفتم خواهر بیاد میشینه بچه‌شم بگیره تو بغله خدا خیرتون بده مواظب بچه باشین بیدار نشه من میرم کرایه رو بدم و برگردم بیدار شد صدام کنه خیلی من الان برمیگردم آقا صادق آقا صادق بچشپان گندش در اومد کد نمیشه بوجا چی جوریه عجب خانواده به خیلی شیرم که ندارم بهت بدم به چی چی کار کنم اصفهان پیاده شاه بیا خوب خوبه خوبه
آقا این به چه مالکی بود؟ اکبر آقا گرفتار میشه. این بچه رو ندیده؟ نه مگه مال خودت نیست؟ نه نه بابا ها؟ یه زنی اونو داد ها؟ یعنی مادر بچه اونو داد بغل باباش، باباش هم گذاشت تو دامن من که براشو نگرش دارم. خب اگه قبول کرده بایدم نگرش داری. نه بابا پیش خودم که نه، تو اتوبوس. ببینم نشونیاشو یادت مونده؟ نه اما اگه ببینمشو میشناسمشو. نه دل نه دیگه. یعنی چه؟ یعنی که اومدی یا نسازی یا چه میخوای بگی؟ میخوام بگم جنابالی صاحب یه بچه یه توپل مپل گوگوری مگوری شده که الهیموش بخوردش. نگاه که خانه خوده میگوره. چی میگی؟ میخوام بگم تازگی ها این مدلی به چرا سری راه میذارن. تازه اون هفتم یکیشه داشتی یا قمره بینی هاشه. فقط از من به تو نصیحت، پا دا تو کلونتری نذار. کلونتری نرم؟ نه. پس چی کار بکنم؟ خودت از کسوفه پرد کن. اما کلونتری نرو. چرا؟ کسوفه؟ جوش میاری. اون بابا هنوز نیمده بیرون ببینیم چه اتفاقی براش افتاده. پس چی کار بکنم من؟ بزرگش کن. یه وقتی دید نابغه عذاب در اومه. مثل خودی من نابقه؟ مثل چی نابقه آلی؟ آره مگه من چمه؟ چت نی؟ سلام علیکم. به کجای؟ بگرشت کلاف هم کرد. کی اومدی؟ این بچه مال چیه؟ مال هر دومونه. مال هر دومون؟ برو بقل امو. این کارا چی تیست میکنی؟ امو کیه؟ من امو هم نیستم مرد حسابی. شکست رفته نکن بچه، بیشتر از هر چیزی به امو احتیاج داره. بگیر بالاخره میخوای بگی موضوع چی تیست یا نه؟ همین؟ تو هم به همین مفتی گذاشتی که در برم؟ فرشای خاله هست. آره چی گفت؟ نمیدونم ولی فعلا نگرشون دار. 23.5 اونم خونه ای پرشه. فعلا یه قدی دست نگه دار. حیفه یادگاریه، شاید خودم وریشون داشتم. البته تو 23 و 24 و 25 اینا هم ورش میدارم. از قرقا هسته؟ پوشو شگرده چرا بچه را برد بکنه؟ پوشو برو پوشو برو تو پوشو به شگرده حاج میتی چیشی مربوطه؟ پوشو حالا بعدم برات توضیح چرا هم چون بکنی منو کجا بفرستی؟ صدا بچه هم در نهیده چون بکنی منو؟ سلام از قرقا. به به چی توری کامبیز خون حالا خوب است. ورده بریم تا برای تری بیا بریم. کجا برم؟ شما همی الان اومده؟ چه دلی دارن به خدا، بچه مثل دست گلو میذارن سر راه. سر راه که نزنده داشت، میذارنش تو بغل من بدبخت. شیرینی پزی که من یه شیرینی یه بچه رو ندونه میباسم این بلا سرش بیاد. اگه از من میپرسین همه تون خیالاتی شدین، هیچ عمدی در کار نبوده.
الان مادر بچه داره در به در دنبال بچهش میگرده. آهای جلاد، این متعلقه قدیمی رو با این تفکرات نامربوط به بلب باغچه زیر گل خرزهره یه کف دست آب به او بخورن، سپس سرش را چون دسته گل گوش تا گوش پخپخ کن، آنگاه متعلقه خوشفکر که صاحب کمال و صاحب جمال باشد به حواله نکاح ما درآور تا بقیه عمر را انشاءالله آب خوش از گلومان پایین برود. یا رود؟ روات باز فیله آقا جون یاد هندستون کرد. جون به جونت کنن فقط به درد مسخره بازی در آوردن میخوری و بس. خواهش میکنم خانم، اینا که شنیدی تماما فرمایشات شاه عباس کبیر بود در پیس شاه عباس و پیر پاردوز. شما وقت گیر آوردین؟ ناسلامتی، شب جمعه میخواییم بریم بله برون. خب میریم بله برون به جای خود، شاه عباس هم به جای خود. آدم باید فرمایشات بزرگان رو آویزه ی گوشش کنه. بابا هیچ عمدی در کار نبوده، یه تو بچه گذاشتن رو دست ما، حالا هم میباس یه فکر اساسی کرد. میگم چطورش ببریم تحویلی کلام تریش بده؟ بعدم میباز تا قیوم قیومت بیریم و بیایم حساب پس بده. فرمایش میفرمایه؟ اونم تو این هیروویر. نه ما در مصلحت نیست لب تر کنی، خبرش تا دروازه کرمون یزد میرسه. نگهش میداریم تا بله برون تموم بشه، بعدش هم خدا بزرگه. میگم حالا ببینید تو اون بخچه کوچولوی عمو اکبر چیچی برا ما سوغاتی آورده. ایوا راست میگه از قرقا، بده ببینم مادر اون بخچه رو. بیا تو بخون ببینم چی نوشته. جان شما و جان این بچه، البته اگر اسمش رو عزیز بگذارید خیلی بهتر است، چون این بچه واقعا عزیز پدر و مادر می باشد. البته ثواب دارد، همه تان عاقبت به خیر باشید، ما هم عاقبت به خیر هستیم. بچه را به شما و شما را به خدا می سپاریم. خدمت اکبر آقا، اصغر آقا و آقای دشات، یعنی بنده انسان مؤدبیست این موجود، عرض سلام دارم. باقی بقایتان خاک عالم بر سرتان، بچه دار شدید مبارکتان. دست شما در نکنه. بمیرم الهی که زجر کشیدم از بچه‌شون دل کندم. حاج خانم چرا نمیفرمایین بنده الان دارم چه زجر بکشم؟ لابد به گوششون رسیده است که تو بچه خیلی دوست میداری؟ بله مرا از پونه بدش میاد درلونشم. ای بابا کاریست که شده، فعلا دستور میفرمایم جهت رفع ملال خاطر حاضران نوازندگان بنوازند. بنوازید. قبول بفرمایید، نه اینکه داماد خودم باشه بگم، نه اصغر آقا شما که بهتر میشناسیدش، حاج آقا گل سرسبد بازار اصفهانه، باعث افتخار خانواده بنده است. اکبر آقا برادر بزرگشون که یه خرمن گل نسترن هست. اختیار داره ناج آقا. شما فرمودین اون لچک تورنجیه؟ بله گفتم که از آقا مهدی اون لچک تورنجیه جفته. بله اینو که دفعه پیشم گفتین، منم گفتم یه چیش به کار ما میاد. آیه تکی قابی نقشی ماهی دارم که اگر بپسندین کاری ساروغ است. خوبه؟ قیمتش حکمان بالا. شما ببین بپسند از طریق قیمتش حاج آقا نشاط خودش نظر میده. نظر بنده اینه که دست جمعی تشریف ببریم سر اصل مطلب. حرف حساب همینه. صلوات.
اللهم صل على محمد و آل محمد. وا دوماد زن داره که وای وای فروغ زمان فروغ زمان آره شما یه تا که پا بیا اینجا ببخشید خواهش میکنم ببخشید چه خبر شده عذرا خانوم؟ چرا سر و سینه‌ای؟ من این دومادو میشناسم وای منظورت چیه؟ خدا خواست ملیه جون سیاه‌بخت نشه یا باب الهوائج پتشم همینجا رو آب بیفته قاچاق چیه؟ کاش قاچاق چی بود؟ دوماد زن داره خودم با چشای خودم دیروز تو اتوبوس دیدم بچه‌شم بغلش بود سابق بر این که تئاتر برو بیایی داشت پیش می اومد یه پیس 6 ماه روی سن بود هر شب سالن لب به لب تماشاچی بود جمعیت از سر و کول هم بالا می رفتن هر کی به فکر خیشه کوسه به فکر ریشه نه خیر خانم اتفاقا این موضوع خیلی هم به قضیه خواستگاری مربوطه حالا چطور عرض میکنم تو بعضی پیس ها ما به بچه قنداقی نیاز داشتیم از بین تماشاچی ها یه بچه قنداقی قرض میکردیم بله قرض میکردیم تعجب نکنید البته بعد از نمایش تحویل صاحبش میدادیم چند تا بلیت افتخاری هم روش حالا میگی که ما هم کارم کنیم درسته راه بیفتید ببینید تو کدوم یکی از این تئاترها بچه قنداقی لازم دارن بچه رو بدید و فلنگ رو ببندید درسته. دیگه اون اطراف هم آفتابی نشید عجب چلیکی البته باید یه تئاتر شلوغ مثل اون وقتا پیدا کنید مشکل کار همینجاست چون این تئاترها 40-50 تا تماشاچی داره که همشون با کارت افتخاری آمدن و وسط کارم بلند میشن میرن خوبه خوبه تم با این نقشه ها و راه حلات میگم به جای این صحبت ها بشینین یه فکری به حالی آب روی منو یه فکری به حالی این بیچاره بدبخت میکنین ای بابا این شهر پر از دختره خواهرزاده حاج مهدی نشد خواهرزاده حاج محمود این دختر نشد اون دختر اگه واقعا اهل زن گرفتن بله. باشی تو این شهر دختر زیاد پیدا میشه مهم اینه که حرفاتونو یکاسه کنید و تصمیم بگیرید حالا اونا هم زن هستن و حسابشون هم جدا دهنه آدم پر میشه ده خالی میشه ده میگه حج مهدی داخل بگو مردی حسابی تو چرا عقلت میدی دست چهار تا زن تا بوده همین بوده بله با 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 صد رحمت به کلیا و همومیا ما رو باش میخواستیم با چه قومی وصلت کنیم به قول قدیمی ها تا چرخ فلک بر سر دوره است هر شب همینطور است به عقل ناقص بنده اینطور میرسه که اول یه فکری به حال اون بچه بکنیم بعد راه بیافتیم بریم خونه خواهرزاده حاج آقا خواستگاری و بله برو به هر حال اسم شهرمون هست اصفهان یعنی چیزی درش نمیمونه پنهون اصلش میدونین شیشیه خر من از کور ریگی دونه داشت فردا یه تو بلیت دارم خریدم دارم انجام بدم اصیش خریدم نما کنم سفرش مش رحمت انجام بدم برم یه از اون شما و اونم بچه و اونم خواهرزاده اینو خواهرزاده اونو اونم دختر اونو دختر اینو بله بور اونو عروسی و خواستگاری و هر کاری که دلت بخواد بکن بله چی تو شد؟ من بخشین سب تو منی کجا تعمل میکنن؟ اون برای 4 سو، من 70 میخرم در عرب میشه اسمت چیه؟ قنونم نه 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 نومت چیه؟ نومت آه. اکبر آه. خونت گوچی که ولی اسم آوازت بلنده راز دلتو به همه واگو نکن عزیزم نظرداری ادا کن عزیزم یه مادر و دختر حسرتت رو میخورن یه نفری کار 50 نفر رو میکنی حرف و سخن و کارت همیشه شیرینه به ناکسون خوبی کردی چپ میری غیبتت میکنن راست میری مذمتت میکنن آقا رأیت باشه کلتو میدی نباشه هیچی نمیدی یه نفر میانه بالا تقاضایی ازت داره ردش نکن خواهشش رو ادا کن چش ای آقا
رفیق ناکس نگی، رفیق قلطاق دو من برنج تو خونت میاره، میگه دو خروار آوردم مرادت بده. دست درم نکنه بودم پیچون راست مگه خواه بودم مرکو مرکو بودم بودم مرکو مرکو بودم. هنه میشه فاله بارم بیدیم بشیم ببین آقا آقا با من حسن خواهر؟ بله خدا خیرت بده، خیر از جوونیت ببینم. چشم اجازه بدین یست تو ست تو منی بدون بدم. نه برادر، نه داداش، من گدا نیستم، تو این شهر آبرو دارم. پس چه مخواستین خواهر؟ چه مخواین؟ همه چیز رو برات تعریف میکنم، اگه به دلت برات شد کمکم کنی بکن، اگه نه تو رو به اون همه مقدسات عالم قسم اگه این موضوع رو جایی تعریف کنی. چی موضوعی؟ خیالتون راحت باشه، مطمئن باشه. 7 سال پیش توی می بود بابا منو به عقد پسر شریکش در آورد، هرچی همه بهش گفتن ما وصله هم نیستیم گوش نداد، 1 سال نکشید کارمون به طلاق و طلاق کشی کشید، پدرم مرد و منم درمونده و بیچاره اومدم اصفهان. اکبر آقا خام خام می شود. یعنی طلاق نامه دستی قبول میکنن؟ بله خود حاج آقا عبدالکریم گفت. امروز وقتی چشم به شما افتاد نمیدونم چطوری بگم، فقط میدونم یه نفر اون بالا جای حق نشسته، نباید راضی بشه یه نفر رو زمین انقدر سرش بکشه. اوه منم باشه را منم آرزو دارم منم. طلاق مثل این نخه، وقتی پاره شد پاره شده، دیگه هیچ کس نمیتونه اونو به وضع اولش برگردونه. پرده ی حرمت از بین زن و مرد برداشته میشه. اما هنوز به من نگفتین که مشکلتون چیه. حاج آقا ما که بچه نیستیم میخوایم از سر بچگی حلال خدا رو حروم کنیم، باور کنی نمیشه حاج آقا، هر دومون فکرامونو کردیم، هر روز دعوا، هر روز مرافعه. باور بفرمایید حاج آقا، حتی اگر سر سوز نیروی چاره بود من یه فکر دیگه ایمه کردم. خداوند ارحم الراحمینه، ما هم که بنده های اون هستیم باید نسبت به هم بخشش و گذشت داشته باشیم. حرفتون که حقه، باور بکنین حاج آقا شما جای پدر من هستین، این مطلب رو از ته قلبم میگم، من آدم عصبانی مزاجی هستم، چند بار پیش اومده که موقع دعوا اینقدر از خودم بیخود شدم که دنبال یه چاقوی تیزی میگشتم که بیزارم. البته در مظهر حضرت عالی جسارته، ولی حقیقتا میگم یا شکم خودم رو پاره میکردم یا گلویشون رو. استغفرالله ربی و اتوب الیه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. حقیقتو میگه حاج آقا. قبالتون کجاست؟ از روز اولم قباله نداشتیم، پشت قرآن نوشتن و امضا کردی. لا اله الا الله. شناسنامه که دارین؟ بله. بفرمایید. بفرمایید. خیالتون جمع حاج آقا بنویسه. بنابراین من یک اقرارنامه می نویسم و شما امضا می فرمایید. چطوره؟ امینه بنویسه؟ بسیار. دیگه ما با هم تفاوت اخلاقی نداشتیم. شما اینجا و اینجا رو امضا کنید. چشم.
خسته نباشه. شما بفرمین خواهر. بله. شما اینجا و اینجا رو امضا بفرمین. بفرمین جان. خیلی ممنون. خیلی ببخشن آقا. خدا خیره اون بده. خدا از بزرگی کمتون نکنه. چقدر باید تقدیم بکنم؟ ای آقا، قابل نداره. خواهش میکنم. هر چی دلتون خواست بدین. بفرمایید. وقتی رجوع کردین، انشاءالله تلافی میکنم. به این آقا اکبر آقا، گرفتار گرفتار میشه. نه بیمه دارم، نه پول دارم حاج آقا. میگه اینم بچه هست. هر کی خربوزه میخوره، پای لرزشم میشین. بچه کجا بود؟ از قدیم و ندیم گفتن از هر چی بدم اومد به سرم اومد. به عبارت دیگه مار از پونه بدش میاد، در لونشم سبز میشه. آخه شما که بچه نیستین اکبر آقا. آدم عاقل به همین راحتی خام میشه. مردی حسابی فکر نکردی بابتی کار و حرفی دروغ میگیرم میندازنه تو هول افتونی؟ 40 سال آزگار خاک صحنه خوردم و رول بازی کردم، تا حالا همچی آکتوری که اینقدر طبیعی بازی کنه ندیدم. دست مریضات ای والا. اقلا میخواستیم برین دنبالش ببینیم با کی بوده، کجا رفته. خدا پدردونو بیامرزه. یک رب تموم همون جا بچه به بغل خوشکم زده بود. اگر من در صحنه بودم همونجا یه جایزه سی مرغ بلوری بهش میدادن. سی مرغ بلوری شیشیه؟ اهل سینما نیستی عزیز من، وگر نمیدونستی چی بعضی ها برای گرفتنش سر و دست میشونه. آدم این قدم ساده میشه. بله، شادم به خاطر حرف فال گیره بوده. گفت اگر میخوای گیر از کارت باز بشه، برو گیر از کار یه بند خدا باز کن. بله، کاملا درستی. تو کدوم نمایشنامه بود من میگفتم از سستی آدمی زاد گرگ آدمی خار پیدا میشود؟ بله آقا. خب حالا ببین تو قنداقش یادداشتی، نامه ای، آدرسی پیدا میشه یا نه؟ ایوا راست میگی. ببینه ببینه. اینم یه نامه. بله، خط بابایی به چهست نوشته. من این بچه را از روی ناچاری و بابای فخ... بچه؟ بله. خدا رو شکر خیالم راحت شد. عجب بچه یه اصلی. میگم دادا خوب بدونی خرجی من خارج عروسی صحبی دوتا بچه شدی یا دیگه زهر میخواید چیکار؟ راجبی کار حاج مهدی باید صحبت کرد. حاج مهدی یه نفر رو فرستاده گاراژ تحقیق کردن. خوب کی؟ که پیغون فرستده با کلی معذرت خواهی. یعنی که چی؟ یعنی فردا شب شام دعوت اون کرده خونه شو. ای بابا، با این حال اوضاع کی حوصله مهمونی رفتن داره؟ باشه برای یه وقت دیگه. نریم یعنی تو زدیم جانم. وصلت بی وصلت، از قدیم و ندیم گفتن برهنه باکی ندارد زره زن. بفرمایید. ایشالله که به دل نگرفته باشی. اکبر آقا هم درست مثل پسر خودمونه. پسرام هیچ وقت گله از پدر مادر به دل چی؟ نمیگیرن. میگیرن اکبر آقا؟ بله بله نخه. یعنی حاج آقا واقعا به گردن ما حق پدری دارم. خدا خیرت بده. البته از خراغا ذکر خیر شما رو زیاد کرده بود. بفرمایید. شما اول بفرمایید. اینده چه تورندی گره ربشم یه را چی کار کردی؟ هست هست آقا منتها جفتست. گفتم که بدون اون دفعه هم که میگفتی جفته. ما چشمون دنبالی لنگشه. میخوام اندازمش اینجا رو پشتی. باشه طوری نیست، میدم فردا به تو بیارن خونه. یا الله باید خودشون باشه. اخوی هستن ازشون دعوت کردم حتما امشب تشریف میارن. کی بود؟ حاجی آقا بچه ها بودم.
عجب. یا الله بفرما 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 پیداشون میشه دیر نکردن. یا الله میگم حج آقا منتظری خویدون هستین؟ نه نه با اتفاقی که اون دفعه افتاد فکر کردیم ایشون حتما این مرتبه اینجا باشه. آقا وجودشون تیمون و تبرکه، نفسشون حق، خدا حفظشون، خدا حفظشون کنه. نمیدونی آقا هر کس عقیده‌ای داره، عقیده ما هم به ایشونه، همه فامیل بهشون عقیده داره. قدم عجیبی ایشون داره، از محالات توی عروسی قدم بذارن و عروس و دوما سالیون سال بینشون کدورتی پیش بیاد. بله سلام علیکم. یا الله باز آقا خوش اومدین. صفا آوردین. سلام علیکم. یا الله بفرمایید بفرمایید. یا الله یا الله یا الله سلام علیکم بفرمایید. داماد ایشون هستن. عجب ایشون دامادن؟ یا کامره بینی هاچه بابا بکور آمه تقصیری نداشتم اون سر ناکس بود بدی. وای خدا چیجور شوزی بدم بس اجازه بده من کفشم کفشم بودی رو برداری کفشم گذارم بی خدا من چی کار کردم آخه ای خدا. جدی حد میتی گفته بگو منم میگم هی دادا شجیده حد میتی داره میاد اینجا اگه اومد بهش بگو رفت اسنا این اون طرفا حالی دست خراب نکنی. سلام علیکم. سلام چوکرم اسقر آقا نیستم؟ چه کارش داره؟ یه پیغم از حاج میتی براشون آوردم. رفتن نا این اصلی برمگردن. خب سلام برسونین. شما برادرشی؟ آره. چی تو مگه؟ حاج آقا گفت دم گوششون بگه گوشت نبرین جلو. شنبه چطوره؟ شنبه چطوره؟ همین؟ بله خودشون خبر دارن. شما فقط بهشون بگین شنبه چطوره؟ این یه جور احوال پرسی یا پیقام پس قومه فرش فروش ها یا چیز دیگه؟ شاید هم احوال پرسی باشه. شما از خودشون بپرسیم. خودشون میدونه بایزه مرز قند میگیری از اون بخور. ای بابا خدافظ خدافظ. رفتش چی گفت؟ درست نفهمیدم. گفتن که به سرکار بگم حج میتی گفته شنبه چطوره؟ اکی مذهبه دا شکر. آخه نکنه شنبه حالشون خوب نباشه. دست بردار بابا تو هم نکنه با چیر میخورون دعوت کره. ما میخواد به حساب بذاره. چی رو؟ چک 5 میلیونی رو میگم. حالا اومده بود که از تو بپرسه ببینه ساعت داره یا نه. خب بیذره به جهندم از سری گوری بابام بیارم تا شنبه 5 میلیون تومن جور بکنم. وضع پدر زنت که بد نیست فعلا ازش بگیر تا بعد. بعدی یعنی چه؟ این وقت گل نه من چه میدونم؟ به من چه؟ آه این نمیدونم کاری های تو ببین آدمو تو چه چلی میندازه؟ ببینم سرکار که میفرمود این چک و سفته ای دست حجمیتی نداره؟ ها؟ حالا میگوی چی؟ پدر زنه غیر از مرگ که چاره ای نداره هر دردی بالاخره چاره ای داره. با یحیی صحبت کردی؟ با آقا یحیی که صحبت کردم بماند با بقیه هم صحبت کردم. آقا جون اونا چی میگن؟ چی دارم بگن عزیزم؟ دو تا راه بیشتر وجود نداره. لابدی اگه 3 بچه بودن 3 راه وجود داشت. یا باید راضی باشیم به رضای خدا و بزرگشون بکنیم یا دست شما درد نکنه. سر پیری و معرکه گیری همینمون مونده بود. بله همینمون مونده بود که من و خواهرم بشینیم کنشویی کنیم. یه تا راه دیگه شیشی حج آقا بسپارمشون دست خدا. خانم جان خب شیچه میشونو سیر میکردی که یه وقت گیریه نکنن دا. خیال جمع باشه
هم زیرشون تمیزه هم حسابی سیرم. آخه نفری هزار تومنم گذاشتم تو قنداقشون بمیرم الهی. خب میدادین از خرشم به چکتره بیچاره. تو رو خدا مواظب باشه. طوری نمیشه خاطر جمع بده من بگی تو هم. به خدا سپردم تو. از یه جایی بریم که خلوت باشه. از پشتی کارخونه میخوام ببرمت. در زمون مسجدیه متولی دارد که تا لنگی زور خوابه. حالا برای شیشی یه باش صحبت میکنی. یه میخوام به چه بیدار نشی. من برم تو زودتر چرخه دا پار کن بیام مادرم میام درم مسجد رو قفل میکنم. بیو دیگه اقد معطل نکن. بینم تو برو. کجایی؟ چیکار کنی؟ همینجا خوبستی که بندازی؟ خیلی خوب بنداز. سقفم داره توری نمیشه. وقت دارتی کنشون بگو ساکت بشم. ساکت چه ده؟ او رو بابا سکنه بابا شی بریم بیچه بکن ناراحت میشم برم جیودا بشم بودو. خیلی خوب بریم. چی شد؟ بشنویس درم گریه بکنم. برگردم برگرده میام اگه ساکتشو سرمه سرمه رم یه جوری لو هم میرم نفهمم. کی اونجاست؟ اونجا چی کار میکنیم؟ اون بچه اونجا چی کار میکنم؟ بازم بچه؟ دیدین آیمونا بیمارو فدا من سه دوست این نسخه که چه بچه 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 اکبر آقا گرفتار 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 می شود. خدا رو شد تموم شد دیگه راحت شدیم. آخه والا سومله چرا یکیشونو برگردوندی؟ چیم دونم وا خواسته نوایشن زحمت کشده. خدا مرگم بدم. اگه عمری باقی باشه یه سناریوی حسابی از این قضایا میشه نوشت. اجازه فرمودن تیارتش میکنیم، اجازه نفرمودن فیلمش میکنیم، بازم اجازه نفرمودن میفروشم و خیال خودمونو راحت میکنیم. چه میشه کرد؟ پیش میاد. ای بابا داخل همش میباس برا دادای ما پیش بیاد. سه تا بچه اونم در عرضی سه چهار رو. حرف مفت نزن. این سه بونی با هم دیگه شیرکه. باشد عصبانی نشو شیرکی. بابای این بچه ها انگاری همه شون پستچی بودن. هر کدومشون که از راه میرسن یه نامه زیر بغلشونه. به به اینو دیگه از زیادی نعمت برامون فرستادن. یعنی
این یکی رو دیگه از رو نداری سر را نذاشتن؟ بله، این یکی رو به خاطر زیاد داشتن سر را گذاشتن، البته زیاد داشتن بچه. کی بود؟ خاله است. ایوا آبجیم کوشش الان میاد. خاله ما که فرمودن فرشاشون رو نفروشیم، ببینیم خاله شما چی دستور میدن راجب این بچه ها. چطوری خاله خانم؟ سلام علیکم. بفرمایید. وا خدا مرگم بده، اینجا شده حسابی یتیم خونه. چه خبر؟ بچه ها چطورن؟ همشون خوبن، همشون باید بیان حال من و تو رو بپرسن. سودابه کوچولوش خوبه؟ خوبه خاله. کوچولوهای شما چطورن؟ شکر خدا برد نیستن، دست بوسه دونن. شکر، اصلا دور زمونه برگشته. خبر دارین؟ ساله خانم سی قلو زایده. ساله خانم؟ چی طور باشه؟ سه گلوزو اینه؟ آره شما چرا قد تعجب کردی؟ چی؟ پس بری روز صبح دوتا دختر یه پسر، قابلشونم منیر سادات بوده، دستش خیلی خوبه. خیلی خوب استان سه گلوزو اینست، همون زایمونش چه روزیه؟ وا مرد چی کار داری به این کارا؟ وا چی شده؟ چرا همتون ساکت شدین آخه؟ شکر خدا کارم خود درست بشدن. شما راجبه چی دارین حرف میزنین؟ مامان سی قلو همون زایمون. خب که چی؟ سی قلو. خب سی قلو. خب یعنی چی؟ یعنی پایان شب سیاه سپید است. 1001 1002 1003. سلام علیکم آقای نشاط. بله 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 قربان شما برادر. خواهش میکنم بفرمایید، شما بفرمایید شرکت کنید به جای بنده. برید به سلامت، اما مواظب باشید دست گل به آب ندید، سه تا میبرید چهار تا برگردونید. خوبه تو به کار خودت برس. باز بسیار خوب خانم، بسیار خوب. بنده همین الان میرم پشت صحنه تا سانس بعد. موفق باشید، آسمانتان پر ستاره. خدایا کاری بکنید امروز کار ما درست بشه. خاله چون دلم شوق میزنه. برای چی خاله؟ خاطر جمعی نمیز بچه خاله. شما ها دیگه کجا میان؟ بده من باچم. آره خاله شما بده، شما از همین جا برگرد، ممکنه بشناسنتون ها. ما دیگه هم روشون نره، خدا کنه امروز دیگه دست خالی برگردن. چی تو شد؟ چی جور بلا مصیبتی یه بزار شده؟ بیاین رسیدیم. خب دیگه صلاح نیست من جلوتر بیام، همون اونجاست. تو این محله همه منو میشناسن، اما شماها فقط باید خونسرد باشید. اسم زنوسا هاجر خانومه، هاجر. اسم دلاکشم بدری خانومه. بدری فهمت. نکنه یه وقت انعام یادتون بره ها. باشه باشه. حتما بهش باشه. انعام بدین. بذم من بچونم بکر. خوب بخل شد، خوب شد. خوب خیلی دیگه را بیفتید برید، مواظب باشید خاله جونا. نمیتونم چرا اینقدر دلم شور میزنه. امیده به خدا باشه فقط به تو صف بگیم. برو دیگه. بدش من، قربون مصلحت خدا برم، یا نمیده یا ستا ستا میده، قربون مصلحتش برم ایشالله. سلام هاجر خانم. سلام. خسته نباشید، من که از کت افتادم. حالا این بچه ها مال کیه؟ مال ساله خانوم؟ خدا مرگم بده، حواسم کجا بود؟ بدری خانوم هست؟ بله بله، بدری، بدری بیا اینجا، بچه های ساله رو آوردن، بیا بیا بدری. سلام بدری، سلام بدری خانوم. حال شما خوب هستید؟ ماشاءالله ماشاءالله. مبارکه مبارکه. خیلی ممنون. ساله خانم سلام رسون، گفت جون تو جون بچه ها. چی شد؟ تموم شد؟ آره خدا رو شد. بریم بریم. بودی بودی
میکنه نمیشد، هرچی فکر میکنم نمیشد. عجب مکافاتی گیر کردیم و چی چی نمشه؟ این حسابی لعنتی را میگم، تلس شده است، هر سرش را که میگیری یه سرش بلس. یه قدی فکر کن، حتما درست میشه. فقط یه را دارد. چی؟ برای حجم ایتی پیغون بفرستیم آبگیم میخوایم دوباره بیایم خواستگاری. چونی من بالا غیرت هم. چی چی فرمودم؟ وگرنه با این وضع این 5 میلیون لعنتی جور نمیشد که نمیشد. اگر زنده زنده رگای گردنمو بجویی من دیگه پامو تو خونه نمازارم. بخوای نخوای عقدی شما دوتا رو تو آسمونو بسته. کی میگه؟ این چوت که؟ غلط میکند بی چور که چه مربوط. من یه تو بیلیتم گرفتم، ساعت 3 بعد از ظهرم حرکتمه. اون شما و اونم حاج مهدی و اونم خواهرزاده حاج مهدی. دیگه اینم صف دهاد و چکاد. خیلی ممنون، خداحافظ. چود که براخ بکشه. تاکسی، تاکسی. سلام علیکم. تیر ملال میره؟ یا بالا آقا. بله میشه اینو بگیریم من پیاده شم؟ نه به قرآن نه، من دیگه بچه بغل نمیگرم، نه به حضرت عباس نه. ایوه خاک عالم، این آقا چرا اینجوری کرد؟ او اخ میرن خود از خارج میارن، قول به این مامانی چه ایرادی داره؟ دولت رو بگو که میذاره اینا راست راست واسه خودشون بگردن. عجب. خیلی ممنون آقا، خدا حافظ. سلامت خواهرم. بابا چه بازیه، فروشیه؟ نه جونم، تو باز خر نیست. اومدم هم همین به ساتو داشتی. مرغ و خروس و گوز و کسی که زن نداره میباسم هم سفرش مرغ و خروس باشن دادا. اذیتش نکن حاج خانم، محبت کردن قربون قدماتون، شرمنده شدم والله. میبخشن هرچی بدون زحمت دادن. نه مادر چه زحمتی، به والد سلام برسونید. خواهش میکنم سلام منم خدمتشون برسونید. خاله خانومه چی شد؟ خاله خانومه چی شد؟ با اکبر آقا کجا؟ من قول داده بودم یه دختر خوب واسن پیدا کنم، یه دختر واسن پیدا کردم مثل پنجه آفتاب. نه خاله خانوم، بحث هرچی بلا سرم اومد، انشالله یأس خدمت دادم میرسم. یأس کدومه؟ من قول دادم همین امروز باید خبرشون کنم. منم قولتون میدم اگر یأس عروسی گرفتم خبرتون کنم. تشریف بیارین ببن بگین عروسیتون مبارک. خدا حافظتون باشه. خدا حافظ؟ خدا حافظ چیه؟ من به مردم قول دادم خدا حافظ. حالا خانم چی طوره؟ مسافر یه سوال شدن کسی جا نمونه. بابا عباس به تو چه؟ بابا چرا حالت نمیشه عزیز من؟ بابا بل کن دیگه، پیاده شو. چه من جونم بخواه یادت بکنم شاخ مل کن یاد بیا 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 باید بریم پایین. بابا مردم ها ناراحت میکنه. آقا ساده چی کارش کنی بینا؟ چی کارش کنی؟ یک دفعه چی چیه؟ عباس ولش کن، دم دروازه پیادش میکنی. قربونه تو حلقت. برید کنید اختیار دارید باری کلا شما برید مثل قاطره چموش شاخ در اونجا باید آخرش بچن شما اول بگیرم مزخر هستی بچه مشتری ها داری یا نداری؟ خب معلومه میخوام بخرم. خب اگه واقعا مخوای بخری پولت من ده بزا با بسون. خب بچن
شما هستی و قابلی هم نداره 10,950 تومن با بازیه چه کار کنیم؟ همون جبه ها پیادش میرم اینم 3 تومن آخر خیره که ببینی ما هم خواه گفتی نداریم خیلی خوب حالا بیا اینم اوصل بود خیرش بینی حالا بچه مشتری ها رو بیدم بله خواب آمو جون بلند شو بسات رو جمع کن و برو پایی ببینم بلند شو پیاده شو بینم بابا یالا پیاده شو من خودم نه دیگه بوزی داره نه پیاده میشه هر شو بوز داره پیاده شه بله این بوز مال منه بله منه مالی شما بله یالا بینم بوز پایین صاحبی بازم پایین من بلند شو 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 عجب زبلی هم پیره مرده باید بلا آقا ساده 3 تا 200 تومانی با 3 تا گلپون بزن آقا میگم که یه قدیبی رو نگاه کنه آقا شما هم نزن نزن آقا جون مذر میخوام ممکنه یه لحظه اینو نگه دارید ببخشید آقا خیلی عوض بخواب این یکم اگه ممکنه نگر داریم به چه داریم خود نیست خوربا بزنیم صالحه کیف پولم رو دادم به شما؟ نمیدونم این بچه رو بگیر ببینم برش بمن خیلی عوض بخواب اگه ممکنه این یکم نگر داریم احا من میرم کرایه رو بدم صالحه صالحه کجا رفتی؟ سب کن ببینم خودم کرایه رو میرم سر من دادم مسافره کجا رفتن؟ رانندش کجا رفتم نگهدار آقای راننده نگهدار پس ما کجا داره میره؟ اصفهان. پس من میخواستم برم یزد. یزد چی شد؟ خیلی وقت از یزد اومدیم بیرون. شما خواب بودی. پس من بچه داشتم 5 تا بچه. نه 4 تا. نه 3 تا بچه تو بغل من بود. آقای راننده نگهدار. باید عوض بشه. جین. آقای راننده نگهدار من میخوام پیاده بشم. چیه؟ چیه؟ چی تا شده؟ اکبر آقا نگهدار من باید پیاده بشم میخوام برگردم یزد نمیخوام برم اصفهان نگهدار آقا صادق نگهدار خوش حالم خدا رو شکر خوب نگهدار اگر حقیقت بود بدبخت شده بودم نگهدار نگهدار بیا کنار نگهدار نگهدار بیا کنار نگهدار چی تو شده؟ فقط میخوام برگردم یزد اتفاق افتاده؟ هیچی یعنی چرا؟ خیلی اتفاق افتاده میخوام برگردم یزد برو در واکو بابا کار خلافه بلا به تو چه مربوط آقا من نمیخوام منم اسمم مگه زوره خیلی خواه بیا بابا بابا برو کلا اکبر آقا درست نی پولم نکن منم زیر ماشین اکبر آقا قهر نکن بیا بیا تا 200 تومنه بدم برد آقا جو من نمیام میخوام برگردم یز خیلی خواه چه مکافاتی شدم آقا صادق تر بشیری نیاشا یادش رفته ببره اکبر آقا اکبر آقا جره شیرنیات یادت رفته چی چی؟ ها بابا جره شیرنیات بدن مسافر را بخورن خودتونم بخورین همچی بی مناسبت هم نیست نگهدار آقا مبارکه بسه چرا بستدی؟ دست درم بده بخورن حتما بفرما خودتون هم قلمه هر دارید بفرما آقا یه دونه کم بخوری آقا نیمی صدا ببرم ایمان ببرم شما ببرم 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 ببرم
بدم اون وامشه هم یه خود هوا بکنم بکنم خوکی کلم توی اتوبوس بندازم تو جده یه وقت گالش بگیرم یه تا دنده یک عوض کنم و دنده دو سه و چهار رو برم برسم خدا رو شکر خلاص شدم خلاص شدم شکر و عاقبت اکبر آقا عاقبت به خیر می شود. چیجوری بگم حالا روم نمیشه چی شد مادر؟ برگشتی؟ به این زودی؟ عزیز شما من واس همین الان 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 برید برا من خوصه گره چی؟ عروسی؟ مادر فدا چه الهی خدا نکنه عروسیت مبارک Bom, 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 bom